Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The programming language C++ do lesson lecture ta khara last. Pa de lecture ke ba inshallah ya ul bne we mauzu ba ne khabar ko cha ga ibarat da C++ structures sa khane. So our today's lecture agenda would be learning about the structures C++ in C++. And after that we'll have a piece of homework to practice what we have learned. So first of all, structure C++ ki chi shay de o mungi wali karo de pa khatar wanja ta stawali of scenario warden create kar tar so ta se the efficient use of this programming construct for pushing chi structures mungi wali karo o da chi shay de structure bazad khud is a collection of variables of different types under a single name کله چې موږ په سی پلس پلس کې د سټرکچرز خبره کوو نو سټرکچرز څه شی دي کله چې موږ ډیفرنٹ ویریبلز ډیفرنٹ ډیټا ټایپس ډیفرنٹ ټایپ اف ویریبلز د یو نوم لاندې راولو د ته موږ سټرکچر وایو سټرکچر په خپل موږ ورته ویل شو په یو استلا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی دغه څنګه چې موږ سره پرایمریز بلټ ان ټایپس دي انټیجر فلوټ کریکټر په دغه شکل باندې موږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړولی شو چې په هغه کې ملټیپل ډیټا ټایپس انکلودډ وي مثلا کما تاسو ورته تاسو غواړم یو سیناریو درکم تاسو په خپو شي اگر فرض کړم فور ایگزامپل یو وانټ ټو سٹور سم انفارمیشن اباوت ا پرسن his or her name citizenship number and salary you can easily create different variable names city number salary to store these information separately مثلا ما چی گفتیم ما گفتیم ما ایجا میایم در دف سی پلس پلس و همی پروگرام همی خواهیم step by step پیش ببارم تا که شما فایده استفاده از structure را بفهمین و بفهمین چی طور structure را با شکل efficientش implement کرده میتانه so what I'll do I'll just create a new source file new C++ source file and I'll just write its basic structure hash include iostream using namespace std and then the main function ma guftim suppose that for example you want to store some information about a person his or her name citizenship number and salary you can easily create different variable names variables such as name citizen city number citizenship number salary and store this information separately masalan ma mikhaim ki darbare yak shakhs baz az malumatish zakhira konim masalan nam yak nafar zakhira konim agar farz konim mashish zakhira konim ya tel shomare telefonish zakhira konim ya masalan height weightish zakhira konim height weightish ki chaqadar qad o wazan dara in malumat yak nafar agar ma mikhaim zakhira konim ma chi kada mitanim ما برای هر پیس آف انفارمیشن میتونیم یک سپریت ویریبل جور کنیم فار اگزامپل اگر ما بگویم میخوام نامش ذخیره کنم سو ایل جست کریت ا ویریبل استرینگ اند کال ایت نیم فار اگزامپل اگر میخوام سالریش ذخیره کنم ایل کریت ا ویریبل اف تایپ انتیجر اند گیو ایت ا نیم اف سالری فار اگزامپل اگر بخوایم دیگه انفارمیشنش ذخیره کنیم لیت جست سی آی وانت تو استور د هایت سو ایل جست کریت ا variable of type double چون height میتونه شوره دار باشنی یک نفر یک اشاره 5 متر است یک نفر یک اشاره 4 متر است یعنی قسم یا در سانتی متر so then I'll just give it for example double height به شکل هر قدر انفارمیشن یک در باره یک نفر میخوایم ذخیره کنم ما میتونم با مو اندازه separate variable ها را جور کنم و انفارمیشن یک شخص دو پردم Now, this seems pretty much straightforward. بسیار آسان و ساده معلوم میشه. ولی اگر ما بخوایم let's just say که انفارمیشن چند نفر حالی ذخیره کنم میخواد یک نفر بود نام یک نفر ماش یک نفر و قد یک نفر ولی اگر از ملتیپل اشخاص میخوایم مثلا نام سلری و هایت نفر اول نام سلری و هایت نفر دوم then what should I do? چی باز بکنیم باید؟ باز دیگه ویریبل ها رو مجبور هستیم جور کنیم یعنی کی باز میشه نیم 1 یا نیم فور اگزامپل دیگه میشه نیم 1 و می قسم سالری دیگه میشه سالری 1 سیوم دا هایت دیگهش میشه هایت 1 فور اگزامپل اگر بخوایم که نام سالری و هایت نفر سیوم ما ثبت کنم یا داشته باشم باز چی میکنم سیوم ویریبل ها رو جور میکنم لجست نیم 2 سالری 2 and then let's just say height 2 by shekel ole
یک خوی شد که ما مجبور شدیم که برای هر نفر برای نامش جدا جدا وریبل بسازیم. ما جدا جدا نیم برش بتیم، نیم نیم 1 نیم 2 سلری سلری 1 سلری 2 هایت هایت 1 هایت 2. اول اگر ما سی ان سی اوت میکنم، ما فرضاً مجبور هستم که برای هر یک پیس انفورمیشن نیم نیم 1 نیم 2 ما جدا جدا سی ان سی اوت بگیرم. دوم، بین این وریبل ها هیچ کدام ریلیشنی وجود نداره. یعنی اگر یک کد همه قسم زیاد شده میره، من انفورمیشن 5 6 یا 10 نفر ذخیره میکنم، هیچ ریلیشنشیپ بینی وجود نداره که فرضاً ما بگویم که نیم سلری ان هایت مربوط کدام نفر میشد، نیم 1 سلری 1 ان هایت 1 مربوط کدام نفر میشد، نیم 2 سلری 2 ان هایت 2 مربوط کدام نفر میشد. بای قسم کدام ریلیشن ثابت بینشان وجود نداره. ان د کد گتس وری مسی، کود ما بسیار جنجالی میشه، گد و ود میشه، ما اکثرا رد و بدل میکنیم این ویریبل ها را با هم دیگه، این جنجال ها را داره. Now, to tackle this problem down, what do we need to do? We need to create structures. بخاطر از اینکه این مشکل حل کنیم، ما structure ها را جور میکنیم. Structure سنگه جور اولا که مخیمو چیویل؟ زه فرزن ده یو نفر پا اره 3 پیس آف انفرمیشن غوارم and they are of different types. It doesn't matter if they are of different types or same types, but the important thing is چی زه ده اون افر پا اره 3 پیس آف انفرمیشن غوارم، ده اغا نوم، ده اغا سالری او ده اغا قد. ده هر شخص ده 3 پیس انفرمیشن زه غوارم چی ده زن سره ذخیره کم. Now, name could be of type string, salary could be of type integer, and height could be of type double. It means that there are 3 different data types that I want to store about a person. در باره یک شخص ما میخوایم که این 3 different data type ذخیره کنم. ما چی میخوایم بکنم؟ ما میخوایم که ما ای هر 3 ممکن 4 5 6 باشه، مطلب different data types باشه. ای هر 3 type ERC piece of information از زیر یک نام بانم، زیر نام پرسن شخص. باز ما بتانم که او یک user defined data type ما باشه، باز هر بار که ما یک instance پرسن می سازم قسم که یک variable دکلر می کنم، ما ERC information برای هر پرسن جدا جدا می تانم داشته باشم. ببینید چه قسم قسم گفتم نه، نام یک نفر، سلری یک نفر و height یک نفر می خواهم ذخیره کنم. ولی اگر این چندین نفر باشه جنجالی میشه، ما چی میتونم بکنم؟ ما میتونم که ERC تایپ زیر یک نام واحد بانم و برای هر سیش توسط امو یک نام واحد ما دسترسی داشته باشم، اکسس داشته باشم. ای را ما میگیم structure. To create structure we use the keyword struct. چی میکنیم؟ از یک keyword با نام struct استفاده میکنیم. در C++ ای reserve word یا keyword است، قسمی که int است، قسمی که double است، قسمی که string است، struct یا keyword است. بعد از این ما برای structure خود توسط struct keyword structure می سازیم. برای structure خود یک نام می دیم. Let's just say ما می خواهیم که ایرا نام بتم person و بعدن قوسایش شروع بسته می کنیم. به این شکل curly braces قوسای متوسط شروع میشه بسته میشه و گپ مهم که در آخر یک سیمی کالن داشته می باشه. استراکچر که بسته میشه در آخرش یک سیمی کالن داشته می باشه. حالی در داخلی قوسایش، قوسای متوسط استراکچر خود، ما میتونیم به هر تعداد، به هر اندازه که بخواهیم دیفرنت تایپ ویریبل ها را انداخته میتونیم، مانده میتونیم به این شکل. حالی در داخل پرسن استراکچر ما 3 تایپ دارم. سترینگ تایپ است ویریبل نیم، integer type as salary, double type as height. This is a structure. ما چی گفتیم؟ که structure یک user defined data type می باشه که در داخلش ما می تانیم different type variable ها را بگیریم تا که این different type variable ها زیر یک نام access شوند. حالا اگر ما بخواهیم فرضاً یک نفر ریکاردش را رجستر کنم، یک گپ متوجه باشین تا این وقتا هیچ یکی از این در میموری جای نمی گیره تا که ما یک variable type پسن را جور نکنیم. حالا پسن یک user defined data type ما شد، قسمی که end float double داریم، این قسم با person ما میتونیم variable جور کنیم. مثلا ما جور میکنم که یک instance person، یک variable person type، یک object person type نوشته میکنم. person data type ماست، بعد از او یک person for example علی، قسمی که ما نوشته میکنیم یک نمبر variable تو declare میکنیم integer x، اول data type بعد از او نام variable. این قسم وقتی که یک instance یک object structure جور میکنیم، یک structure initial declare میکنیم، یک قسمی ما میکنیم که type نام structure person شد، بعد از اون نام variable ما علی، علی یک نفر شد،
فرضاً اگر ما بخوایم که دوم نفر را ذخیره کنم، دیتای شما نوشته میگم پرسن احمد، این دوم نفر شد. فار اگزامپل من نوشته میکنم که پرسن شکیلا اند شیبا، ای شد سوم نفر، چهارم نفر. با این ترتیب آل ما با استفاده از این یوزر دیفاین داتا تایپ خود، با استفاده از این پرسن استراکچر خود میتونم یک یک تایپ جور کنم. حالا فایده از چی شد؟ شما فایده شد ببینید. فرضاً ما میخواهیم که نام ماش و قد علی را ذخیره کنم. چطور میتونیم بکنیم؟ در علی که یک استراکچر است نی، تایپش پسن است، در داخلش ای سی پیس آف انفارمیشن است. ما میتونیم که هر سی پیس آف انفارمیشن را اکسس کنیم یا اینیشالایز کنیم توسط دات آپریتر. چه قسم؟ که من نوشته میکنم علی، یعنی که ای وریبل که تایپش پسن است، دات کدام اینستنس اکسس میکنه ببینین هر سه یا لیست میشه. دی استراکچر همون اینستنس هایی که ما گرفتیم، همون ویریبل هایی که ما گرفتیم، به نام های تک ویریبل است تایپش دبل است، به نام نیم یک ویریبل است تایپش استرینگ است، به نام سلر یک ویریبل است تایپش انتیجر است. هر یک شکل بخوایم اکسس کنم میتونم، مثلا ما میخوایم نامش اکسس کنم علی دات نیم از ایکوال تو هر چی که میخوایم دی نام ویریبل ای variable علی پارتیم. For example ما میخوام که علی خان، this should go to the name variable. For example ما میخوام که چیش اکسس کنم salary شه، علی dot salary، چون تایپش integer است، یک integer value می دونم مثلا 12000. For example میخوام که height شه ذخیره کنم علی dot height، مثلا میشه let's just say he's 1.5 بایشکل. حالی ببینین ما دیتا احمد ذخیره میکنم، ما میگم که احمد dot name نامش چیز، for example that is احمد. اگر بگویم احمد dot salary ماشش، let's just say 15,000. if I have to say احمد dot height I can give it a height for example 1.8 meters. بای شکل ما میتونیم که یک user defined data type خود داشته باشیم و در رو ما مختلف data type ها را بگیریم، string, integer, double, character, float, any type you can take. و ریلیونسش ببینین، ریلیشنشپش ببینین. حالا اگه یک نفری را میخوانه بسیار باسانی علی دات نیم، یعنی که نام ویریبلی که علی است، نام علی، علی دات سلری، سلری که مربوط علی میشه، علی دات هایت قدی که مربوط علی میشه، اگه یک نفر میخوانه احمد دات نیم، نامی که مربوط احمد میشه، احمد دات سلری ماشی که مربوط احمد میشه، احمد دات هایت قدی که مربوط احمد میشه. ولی یک ریلیشن هر سی پیس آف انفارمیشن بین خود داره. فرضاً اگر حالا ما بخوایم یارا پرینت کنم، لیتس جست سی، ما یه میگرم یک سی اوت and I'll just have to give it a title. Let's just say علی انفو and then I'll just make it an endl. اور اف سی اوٹ میکنیم، فار اگزامپل نیم میخوایم نام ویریبل استرکچر علی را پرنٹ کنم، سو علی ڈاٹ نیم بائی شکل. فار اگزامپل ماش را پرنٹ کنم سیلری از ایکول ٹو علی ڈاٹ سیلری. فار اگزامپل اگر بخوایم ہائٹ را پرنٹ کنم، میں نوشتہ میکنم کہ ہائٹ مساوی میشہ بہ علی ڈاٹ ہائٹ. آئی ہیو ٹو پٹ اینڈنس ایٹ دی اینڈ. Now let me just run it, compile and run. This is lecture 12. All right, we have a spelling mistake. This should be using namespace. Now if I compile and run again, we have another mistake. We missed the semicolon. We have to give it a semicolon at the end. Semicolon. Now if I run again, you will see like this. For example, ایجا میا کینڈل بارش میں تم. Now if I run again, you will see it like this. Name علی خان، salary 12,000, height 1.5.
ایجا شما در کود ببینین که چقدر با آسانی هر سی پیس انفارمیشن که مربوط یک نفر میشه با هم ارتباط داده شده و با چقدر آسانی ما همو ویریبلای نیم سلری هایت برای هر نفر جدا جدا اکسس میکنیم. آل نیاز بر از این است قسمی که ما پیش میکادم نام 1 نام 2 نام 3 سلری 1 سلری 2 سلری 3 هایت 1 هایت 2 و قسم بسیار جنجال ما زیاد میشد. آل امید سی پیس آف ویریبل است نیم سلری هایت فقط پیش رویش نام استرکچر ما اضافه میکنیم و ای هر سی پیس آف انفارمیشن برای هر انستنس استرکچر جدا جدا ساخته میشه. قسمی که ما ایجا با پرسن استرکچر یک ویریبل ساخت و مالی آلی در داخل علی نام موجود داره، سلری موجود داره و هایتم. همه پرسن استرکچر دیگه ویریبل ساخت احمد، آلی با احمد ما نام داریم، سلری هایت قسمی که ایجا میبینین. همه پرسن ویریبل شکیلا را ساخت، آلی ما میتونم شکیلا دات نیم، شکیلا دات سلری، شکیلا دات هایت با می قسم برای شیبا و برای هر چند نفر که بخوایم اضافه کرده میتونم. دیگه فرضاً اگه جمع بخوایم که 3 نه بلکه 4 5 20 پیس اف انفورمیشن باشه، بسیار با آسانی ما در داخل استراکچر اضافه میکنیم و همو استراکچر برای ویریبل ها میده. خود استراکچر چی میشه؟ ایت از اس وی سد ا بلو پرینت فور کریئتینگ ویریبلز. یک بلو پرینت است. حالا شما کیرا فهمیدین، لیت جست گت بک تو دی سلاید اند سی. قسمی که گفتیم اگر ما میخواستیم درباره یک شخص نام، ماش و یا سیتیزنشپ نمبرش جور کنیم و را سپریتلی جدا جدا اگر جور میکنیم چی کده میتونیم که ما بگیم قسمی نیم 1 سیتیزنشپ نمبر 1 سلری 1 نیم 2 سیتیزنشپ نمبر 2 سلری 2 با همی ترتیبی داما پیدا میکنه. این چی جنجال داره؟ You can easily visualize how big and messy the code would look. اگر یک قسم های داما میتیم جدا جدا ویریبل ها را جور میکنیم، نامایش بسیار زیاد میشه، ویریبل ها بسیار زیاد میشه، کود ما بخی زیاد میشه و گدوات میشه. و دیگه مهم گپ، since there is no relation between the variables، این مهم گپ است که بین ویریبل ها هیچ کدام ریلیشن وجود نمی داشته باشه وقتی که ما یک قسم جدا جدا نیم 1 نیم 2 سلری 1 سلری 2 را ایجاد میکنیم. So there is no relation between the information or variable and it is going to be a daunting task. بسیار کاری پیچیده و مغلق میشه. به این خاطر a better approach will be to have a collection of all related information. The important thing is collection of all related information under a single name. یعنی وقتی که ما بخوایم که مشکل حل کنیم، کد ما کوتاه شوه، ریلیشن بین خود داشته باشه، ما مجبور نشیم چند تا ویریبل ها را با چند تا نامه متفاوت و مختلف جور کنیم. ما چی کده میتونیم؟ collection of related information under a single name ما ساخته میتونیم، یعنی زیر یک نام واحد مجموعی از معلوماتی که با هم ربط دارن، فرضاً نام، سلری، هایت که مربوطش هر سیش مربوط یک نفر میشه، یک ربط با هم داره. Now that the code looks much cleaner, readable and efficient as well. اگر این کار ما میکنیم، کود ما پاک هم میشه، قابل خواندن هم میشه و بسیار مفید و موثر هم میشه. And this collection of related information under a single name is called structures. ما که پیشتر گفتیم نه که میتونیم collection of related information under a single name بگیریم. So this collection of related information under a single name is called structure. ای که ما زیر یک نام واحد مجموعی از معلومات هم میاریم که اون مجموعی از معلومات توسط یا یک نام واحد اکسس شوه، دسترسی برش پیدا شوه و بین خود یک ارتباط داشته باشه، ای را ما میگیم در سی پلس پلس استراکچر. What is a structure? Structure آلی شما چطور گفته میتونین؟ It is the collection of related information under single name. مجموعی از معلوماتی که با هم ربط دارن و زیر یک نام باشن، تحت یک نام باشن، اون را استراکچر میگیم. یا با اصطلاح دیگه قسمی که در اول گفتیم، چی گفتیم در اول؟ Structure is a collection of variables of different types under single name. همون گپ است. یعنی که ما different type variable ها را زیر یک چتر، زیر یک نام میاریم تا که توسط یک نام واحد و اکسس شون، ای را ما structure گفته میتونیم، structure نام برده میتونیم. یک structure را چطور جور میکنیم؟ How to declare a structure in C++. As we did it before practically, ما قسمی که پیشتر عمل اندیدیم، توسط struct keyword ما میتونیم یک structure را define کنیم. قسمی که یک مثال شد، this is a structure. به شکل ما struct keyword نوشته میکنیم، بعدن برای structure خود یک نام میتیم، یک user defined data type میشه. در داخل قوسایش ما different type data type ها را create کرده میتونیم، هرچی که نیاز داشته باشیم، هرچی که ضرورت باشه. ایجا ببینین برای نام array of
کرکتر را گرفته ما مستقیما سترینگ گرفتیم نیجا چی کده کرکتر تایپ دیتا تایپ گرفته یک ایره کرکتر را گرفته که 50 کرکتر را بگیره برای ایج انتیجر گرفته و برای سالری فلوت گرفته. However, here a structure person is defined with three members, name, age and salary. قسمی که جمعی بینین the structure که به نام person structure جور شده C piece of information ده وجود داره name, age and salary. Type name character است یک array character است type age integer است و type salary float است. Now, when a structure is created, no memory is allocated. That is important. That's why I said earlier. When we are in this stage, we create a structure define it. In this stage, no memory is allocated. No memory is allocated. میموری برش الوکیت نمیشه. چی وقت برای میموری الوکیت میشه؟ وقتی که یک انستنس استرکچر جور میشه. The structure definition is only the blueprint for the creating of variables. You can imagine it as a data type. یعنی وقتی که ما یک structure define میکنیم به شکل this is structure definition. This is just a blueprint for creating variables. Blueprint یعنی که یک نقشه شد به خاطر ساختن variable ها. حالی به این نقشه پرسن کی سه تا انفورمیشن را خود داره ما میتونم دیفرنت ویریبل ها را بسازم. قسمی که ما پیشتر گفتم ما یک بیلت ان ویریبل دیتا تایپ داشته باشیم فرزن انت یا فرزن کاریکتر یا فرزن فلوت دیز آر دیتا تایپس. این قسم ما با نام پرسن یا یوزر دیفاین دیتا تایپ ساختیم. سو دیس از جست ا بلوپرینت و مهم گپی که وقتی که ما یک استراکچر جور میکنیم در دکلریشن در آخر سیمی کالن میباشه او را ما ملن دیدیم. خب وقتی که یک استراکچر جور شد حالی چطور میتونیم که یک ویریبل استراکچر را بسازیم به این شکل بسیار آسانی قسمی ما پیشتر نیم پرسن بل ما گفتیم نیم پرسن علی پرسن احمد پرسن شیلا پرسن شکیبا it could be anything. Now this person is our user defined data type. یک user defined data type ما شد و یک ویریبل استراکچر پرسن ما شد. When structure variable is defined, only then the required memory is allocated by the compiler. یعنی وقتی که این step ما میگیریم، وقتی که یک variable type structure را جور میکنیم، دهی وقت است که برای این structure memory allocate میشه. پیش از اینکه وقتی که ما فقط structure را define میکردیم، definition structure بود، دهی وقت برایش memory داده نمیشد. یعنی برای یک structure variable memory چی وقت داده میشه؟ وقتی که ما یک instance جور کنیم، یک structure variable جور کنیم، دهی وقت برایش compiler memory میده. دهی حالت اگر ما فکر کنیم، برای variable bell که ما تایپش پسند ماندیم چقدر میموری داده خواهد شد. بنابر بلوپرینت پسند در پسند ما چی را داشتیم؟ اینجا اگر بیایم ببینیم در پسند ما سی چیز را داشتیم. یک کرکتر اره بود با نام نیم، یک انتیجر بود ویریبل بود با نام ایج، یک سیلری ویریبل بود فلوت تایپ ویریبل بود با نام سیلری. آره اگر فرزن ما میگم دهی وقت برش میموری داده نمیشه. میموری چی وقت برش داده میشه؟ وقتی که ما یک ویریبل از این تایپ پرسن را جور میکنم، مثلا ما جور میکنم پرسن علی، آره برزی علی که تایپ استرکچرش میموری داده میشه. خب چقدر میموری برش داده خواهد شد؟ هر قدر که در داخلش ما ویریبل داریم. اگر فرض کنیم که ما اینجا کرکتر برش کمپایلر یک بایت جای میده، ما اینجا گفتیم که 50 تا کرکتر ای باید بگیره ای نام، ای چند تا شد؟ فقط برای این نام ویریبل 50 بایت جای خواهد داد. باز اگر فرض کنیم که برای انتیجر تایپ 4 بایت جای میده و برای فلوت تایپ هم 4 بایت جای میده، ٹوٹل چند میشه؟ 54 58 بایت جای. یعنی برای زی علی استرکچر ٹوٹل 58 بایت جای داده میشه. این جای وقتی برش داده میشه؟ وقتی که ما یک قسم با این پرسن تایپ یک ویریبل دکلیر میکنیم. So that is all about the structures. Now to use a member of structure as we discussed, we use the dot operator. By استفاده از dot operator میتونیم یک یک member structure variable خودا access کنیم. قسمی که bill dot age یا bill dot salary bill dot name به قسم اکس کده میتونیم. This is an example. You should try it yourself. It should give you this type of output as we just did it. همه قسم ما عملا کردیم. For example ما باز میایم و میخوایم که ایجا در این پروگرام براتون کار کنم. خب ما قسمی گفتیم فرضاً میخوایم که یک اینجا ما یک استراکچر را ساختیم
structure بنا می پسند در داخلی سی variable وجود داره name, salary and height. Let's just say that I want to create a variable of the type person. چی گفتیم که اول نام structure خود می گیریم بعدا یک variable create می کنیم. As of you creating integer x, for example ما می گویم person خان. آلی چی شد؟ یک variable structure ما شد. آره اگر ما بخوایم که یک یک ممبر از خان ویریبل اکسس کنم خان استراکچر ما میتونم بگویم خان دات هایت مثلا این میشه 2.5 مساوی میشه با 2.5. اگر فرضاً ما میگم خان دات نیم دات شود بی ایکوال تو خان ولی. فار اگزامپل اگر ما میگم خان دات سالری ایت شود بی ایکوال تو لیتس جاست سی 42000 or maybe 25,000 بیشکل. یعنی شد جور کردن یک variable type structure and this is accessing members of the structure using dot operator. حالی فرضاً اگر ما بخوایم میتونم که variable را output کنم یا هر کاری بخوایم بایی کده میتونم. Let's just say name is equal to خان dot name. میخوایم که value نیم ممبر خان سٹرکچر اکسس کرو. Now let me just run this. It should give you خان ولی. بای شکل ما میتونیم که از یک سٹرکچر تیپ دیکلیر کنیم و بای شکل ما میتونیم یک ویریبل سٹرکچر تیپ کریٹ کنیم و بای شکل با استفاده از دات ویریبل میتونیم که هر ممبرش بخوایم اکسس کنیم یا او را انیشالیز میکنیم یا پرنٹ میکنیم یا جمع منفی هر کار رو بکنیم. تنها و تنها خوبی که داره شما شاید درک کرده باشین این که زیر یک نام واحد ما میتونیم ملتیپل دیتا تایپ ها رو بگیریم، مختلف نوع انفارمیشن ها رو بگیریم تا که گدبدی پیدا نشه، نیمینگ کنونشن آسان باشه، ریدیبل باشه، با آسانی خوانده شه و کلین کد نوشته کنیم. That's it. و اگر نه این کار بدون استراکچر ما کرده میتونیم قسمی که اول برتار گفتم که ما مختلف ویریبل ها را بیرون از یک استراکچر جور کنیم هم ممکن است که اجرا شود. Next thing is passing structure to a function. We'll cover this in the next video.